پسر جون تو باغچه چی کار میکنی؟ باغچه که جای بازی نیست. توپ هم افتاد. و بدتر دیگه، هم توپت گلا رو خراب میکنه، خودت هم که باغچه رو خراب میکنی. حیات یک جای عمومیه بابا جون. ببخشید آقای دکتر، ارث بابا بزرگش دوست داره بازی کنه. سلام سرکار مالک، بنده که حرفی نزدم، گفتم باغچه جای بازی نیست، اینم میخوای نگم. نه اختیار داری. آخه شما که لالایی بلدین پچر خوابتون نمیبره آقای دکتر. اینجا داریم همه با هم زندگی میکنیم، جای هجامت کردنه؟ هر چی شما بگی. چش. چرا دوباره بالا رو نگاه نکردین آخه؟ ایراد نداره، نه آب روشناییه. خب منم دیگه عادت کردم. عجب قبض برقم اومده 66700 تومن که جمع این قبض میشه 145000. سهم خونه ما چقدر میشه؟ سهم خونه شما میشه 10 تومن، پول شارژ شما 10 تومنه. من هر وقت اجاره دادم پول شارژ هم میدم. بابا باشه همچین ازت بگیرم. دوکی حرف بزن بیا بالا ما بریم. به تو یاد ندادن وقتی یه بزرگتر رو میبینی سلام کنی؟ ببخشید سلام. آخه این چه طرز حرف زدن؟ ببخشید دیگه دوکی یعنی چه؟ نه بلند نگی ای خود طورش هم بگو بی تربیت. ببخشید یواش بگین که میشنون. دوست دوست آقا یواش بگین، من معذرت خواستم ازتون. چرا اینطوری با آدم های بزرگ صحبت میکنی؟ ببخش یاد بگی. آبروم میره. نه سارق دکتر 7000 تومن پول شارژ شماست. قبض آب و برق و گاز اومده، من باید ببرم پرداخت بکنم، امروز قطع میکنم. آها این که مسئله ای نیست، خب من میدم اینا. خب بدین 7 تومن و سهم شما 7 تومنه. ببین الان ندارم ولی میدم. خب ندارم یعنی چی دکتر؟ من بالاخره باید ببرم پرداخت، من کارم، من پول دارم، خودم که نمیشه. خرید بودم همراه نیست، ولی فردا چک میکشم بهت میدم. نه و 7 تومن چک نمیخواد که، بدین پولو من برم. قطع میشه. ندارم الان، خرید کردم. بلند بگین. چی میگم؟ پول به هم نیست. نه فردا. نه بلند بگین، این آخرش نمیشنوم. فردا میرم بانک، اون وقت شما پرداخت. نه من چیکار کنم؟ نمیشنوم آقای دکتر. الان که من پول شارژ ساختمون از شما میخوام، شما دارین نمیدین پولو. یعنی حق این خانواده که اونجا اگه برقشون قطع بشه شما دارین پایمال میکنین. تو برای قبض برق اومدی یا برای قبض روح من؟ من برای شارژ اومدم. من صابخونم وظیفه ما انجام میدم. میگم ندارم. آقا چرا توهین میکنی؟ میزنی تو گوش؟ زن تو گوشم؟ چرا؟ پول از من؟ میگم ندارم آقا، من ندارم. نه میخواستم. ندارم پول، ندارم من. نداره پول نه آقا من. نه نقاشی کردم، رو کاغذ نقاشی کردم، اینا تقلبیه همش. حالا چطور رامون؟ ندارم آقا، ندارم. حیف از اون مادر که تو بچه‌شی. این چی گفت؟ به گفت برگشت رو به در شما، گفتش که چرا اینطوری میکنی؟ گفتش که حیف اون مادر که همچین بچه‌ای داره. این میزنه، این قاطیه، این قاطیه دکتر میزنه. که احترام بزرگتر باشه. دست شکست. ببین دکتر چه قاطیه. پول بالا، پولو بده. نداشت بهت بده. دارم میگم فردا. آقا قطع کنم به جهنم. شما دارین به واحدهای دیگه توهین میکنین مستقیم. میپیچین. من با جیباتونو بگردم، خیلی عذر میخوام. نکن. آقا یه دقیقه وایستا. من مطمئنشم. نه نداری؟ با اینا رو بدم. جب راه زنیه میگم ندارم. اینا رو بلکن بابا. اینا پیش من میمونه، هر موقع پول آوردین دادین اینا رو بهتون میدم. خیلی عذر میخوام، احترام واجبه، سلام یاد نگرفتیم. یه برو دزدن دیگه، سارقم دیگه. رامون یه نمیتونه حیات کنه. رامون با تو هم
اینو خاموشش کن. چیو؟ این جارو برقی رو خاموش کن. باش جان. هیچی، میخواستم بگم مردم پسر بزرگ میکنن، عصای دستشون بشه، بنده باید پول شمارم بدم. دمی پسره، این لو لول بی کلاس جلوی باباتون رو گرفته، برای 7000 تومن از بنده گرو گرفته. اصلا نگرانو نباشین، من کلاسای موسیقیم را بیفته ها، پوز همه شونو میزنم. نه نمیخواد، خیلی ممنون. میترسم اینم قوز بالا قوز بشه. همین کارهایی تو خونه رو بکن تا من بینم چه خاکی باید به سرم بریزم. بابای من نمیدونستم، اگه میدونستم 20000 تومن نمیدادم به پویا. دروغگو. تو 20000 تومن از خواهرت گرفتی؟ جون به اسرائیل نمیده، 20000 تومن پول به من بده. بابا. بله. اینو بخون ببین چی نوشته اینجا. اینجا اینجا رو. کجا؟ اینجا رو. کجا؟ یعنی چی؟ عمو ناصر کاندید وزارت نفت شده. عمو ناصر وزیر پیشنهادی وزارت نفت. حالا تلفن بزن بابش. تلفن بزن. بگیر. آقا سلام عرض کردم قربان. تبریک بگو، تبریک بگو، تبریک. تبریک عرض میکنم قربون شما. منم تو روزنامه خوندم که از وزرای پیشنهادی وزارت نفت شدین. آره میگم ناصر جون، تو لیسانس داشتی؟ نه آقا، تو روزنامه نوشته بود آقای مهندس. سایش نکنم. آره آقا قربان، من واقعا خوشحال جان. نه بابا، من معاون بشم چیکار؟ بابا قبول کن، معاون رو قبول کن. وزیر نفت پویاست دیگه، چیکار کنه؟ آره بابا، من آبدارچی تو هم بشم افتخار میکنم. بابا میگه معاون، میگه آبدارچی، واقعا بی کلاس لو لولی. جان ها، نه بابا معاون چی، من به دوستی 40 سال. آره واقعا افتخار میکنم قربون. بابا اینقدر نگو معاون. قبول کن بابا، قبول کن، قبول کن. مهندس جان، من الان مزاحمت نمیشم چون میدونم سرت شلوغه، بعد بهت زنگ میزنم. به بچه ها سلام برسون، بهت زنگ میزنم مهندس جان. آقا قربان شما، مرمت شما زیاد. تبریک میگم، تبریک میگم، تبریک میگم. ماچ نکن بابا جان، تو پسر یه دکتری. بفرمایید معاون، معاون بفرمایید. تبریک میگم جان. آخه عمو ناصر که فقط کارمند جز بود تو شرکت نفت. نگو این حرفو، نگو اصلا. اصلا ببین بابا دکتر خودش میدونه. بابا این آدم ها هستن که توی بیمارستان خیلی هم زحمت میکشن، مثلا اینایی که رخ میشورن. بله بله. الان اونایی که 40 سالو دارن این کارو میکنن، در حد یک پزشک مورد احترامن. بگی چرا؟ چرا؟ اینقدر رختای مریضا رو شستن که از بوش میفهمن که یارو چه مرضی داره، میتونن دوا بنویسن. یعنی الان عمو ناصر که دیگه بابا ماشاءالله 25 سال تو شرکت نفت، میدونه نفت چیه. یعنی من رخ شستم دکتر؟ بابا جان من مثال زدم، میگم ربط داره. یعنی چه ربطی داشت پویا؟ ازم ربط داره دیگه، نفت با خون ربط داره. ببین نفت تو زمینه، خون تو چیه؟ بدن. من یه اینطوری میکنم، خون فرتی میذاره بیرون، اونا چاق میزنن، هرتی نفت میاد بیرون. بابا دقیقاً اینا ارتباط دارن با هم. دقیقاً بابا جو. بابا ماچ نکن. تبریک میگم، خدافظ. خدافظ. کجا؟ بابا جون چی داری میگی؟ معاون وزیر نفت میدونی یعنی چی؟ یعنی پول، کاست، کاست هم میاد. خدافظ. آره نری اونجا داد. الان میره داد و بیداد میکنه، این پسره کرای خونه رو میبره. باره این پسره عقلش اندازه یک کاسته. داداشم ها، خیلی مرحب. خوب حالش گرفت، خوب حالش گرفت. تو هم خوب حال دادی، پول نشی ندی. ببخشید، چه مرگته، چی کار میکنی ها؟ کوری مگه؟ درست صحبت کن؟ چاق درست حرف بزن، چاق خودت یا؟ آقا درست صحبت کن. شما هیچ میدونی الان داریم با کی صحبت میکنین؟ مأمور مخصوص آیتم بزرگ میتی کنم. بدبختا، بدبختا. تانکر، تانکر. چاق، پسر معاون وزیر نفت.
این باباش هجامتش کرده، باز دوباره خون به مغزش نمیرسه، قاطی کرده. باور نمیشه. بیا اینجا رو بخون، اینجا رو نگاه کن، اینو ببینی، اینو ببین، اینجا ناصر، اینجا ببین، این عمو ناصر رفیق فابریک بابامه. الان چی شده اینجا؟ کاندید وزارت نفت شده. بابام بهش زنگ زد تبریک بگه، گفت چون تو اولین نفری هستی که بهم تبریک گفتی، تو رو معاون خودم میکنم. حالا بخند. چی شد؟ پام پیچیش. بیا بالا. بیا. صاحب کو اینجوری. اینجوری نه. یا. یا. بیا. بیا این من نمی‌تونم. وزیر نفت وزیر بزرگی گنده ایه؟ گنده است؟ ماما؟ ماما؟ من چرا؟ ماما؟ ماما؟ آبجی پروانه؟ آقا اماد، هر جور بازی بکنی بازم تیم مامان پروانه ازت برده. نه الان بلند میشه یک گل اساسی بهت میزنه. نه من الان میزنم، بیدار بزنم. آها، دیدی که توپو ازت گرفتم. بله من پشنگم. بیا داداشی، بیا تو قربونت برم، بودو بیا. و حالا است که من میدونم با اماد که چجوری با هم مسابقه بریم. بیم بیم. بله، سلام داداشم. سلام آبجی. چطوری؟ آبجی خجالت نمیکشین؟ بله. بابا همسایه ای دارین شما؟ این بچه باید انقدر چلوغ کنه؟ انقدر بازیگوشی با... دایی جان! بچه باید انقدر سرصدا کنه دکتر؟ نه الان دارن استراحت میکنن. چه کار به بچه من داری؟ آبجی باید رعایت کنین، الان متصدی اوقات دکتر شدین. آقای پشنگ خان بگو ببینم چی شده که شما اینقدر طرفداری آقای دکتر رو میکنی؟ اما بازی کن ببینم. حق همسایگیریه، حق همسایگیریه. آبجی دکتر شده معاون وزیر نفت. چی؟ دکتر شده معاون وزیر نفت. اما مادر دقیق ساکت ببینم. ای دقیق ساکت دیگه. یعنی چی حالا؟ یعنی دکتر شده معاون وزیر نفت. آره آبجی. دایی جان که شلوغ نکن. آبجی میدونی یعنی چی؟ یعنی اگه یه گوشه چشمی به ما بندازه، زندگیمون از این رو به این رو میشه. یعنی راست میگی؟ شغل منو بگو، پارو میدن دستم، پول پارو میکنم از این بر به این بر. آره پولا رو بریزه. واقعا دکتر میدونی من چقدر بهش محبت. ببین پشنگ، تو الان میگی باید چی کار کنی؟ My theory. داداش پشنگ، My theory. پشنگ چیه؟ پشنگ؟ ای بابا الو سلام، اصلویه با آقا هیبت کار داشتم. آقا هیبت شوهر بنده دیگه. بله هیبت سلام، چطوری؟ دلمون برای تنگ شد. هیبت آب دستته ها، بذار زمین بودو بودو بیا تهرون. آره بابا دکتر شده معاون نمیدونم یا وزیر نفت. آره ببین یعنی چی به ما ربطی نداره؟ خیلی هم به ما ربط داره. یعنی چی؟ چرا گوش نمیدی؟ به حرف من گوش کن. ما میتونیم یه دونه اصلویه همین دم کوچه‌مون بزنی دیگه، تو اینقدر نری بیاد. آره آقا جون من اول رسیدم. رمو چی اینجور میکنی؟ خب من اول رسیدم دیگه. خب منم اول تو رسیدم. بزن در رو زن. سلام بابا. وای دکتر، وای من رو بابت امروز صبح ببخش. من مزد خواهی بدجوری بهت بده کارم. برای چی عزیزم؟ برای که اینا رو ازت گرفتم. خب اینا که همش... میخواستم جنبه شما رو بفهمیدم خیلی بالاست. اینا که همش مال من نیست که. قربونت برم دکتر، دیدم شما به جز اینا به لوازم وسایل ضروری دیگه هم نیاز دارید. جلدی پریدم رفتم خریدم اومدم.
من که نون سنگک نمیخورم که. نون بربری؟ اصلا بربری هم نون لواش هست اون زیر؟ لواش هم نمیخورم. این نون فانتزی؟ نه. نون تافتون؟ نه. این نون خوش؟ نه. نون خوشخوشی؟ همه چی هست؟ آقا نمیخورم اصلا. رژیم دارن دیگه آقای دکتر. رژیم دارن. My favorite. بچه ها بخورن خوب. نمیخورن. خانواده آقای دکتر همشون رژیم دارن. دوست دارن نون خوش کنن با ماست بخورن. نون به ما وقت میدیم ما خودی نشون بدیم. برو. عجب آدمی. برو دیگه. دکتر. جانم. آقا ماچ نکن عزیزم. همینه. ماچ نکن. دوست دارم. عجب جان چرا اینطوری نگاه میکنی؟ همینجوری یه دفعه دلم تنگ میشه براتون. پر پر میشم. میفهمم. دلم قیقوج میره براتون. میفهمم. قربونتون برم. خب کاری داشتی؟ روم نمیشه. انقدر مبلغ ناقابله که اصلا روم نمیشه حرفی بزنم. پول آوردی؟ من چی بگم آقای دکتر؟ ببخشید ناقابله. این چیه؟ 7 میلیون تومان پول. 7 میلیون تومان پول؟ بله. آخه برای چی؟ به خاطر اینکه شما صبح گفتید من 7 تومان پول لازم دارم. من 7000 تومان میخواستم. دکتر من که صبح به صبح 7000 تومان میارم جلو در خونه شما میچرخونم برای سلامتی شما و خانوادتون میندازم صندوق صدقات. ای وای. برای چی شما این کارو میکنی؟ من دلم اینجاست در گروه. عجب ناقابله. من لازم ندارم. لازم میشه. لازم میشه آقای دکتر تو خونه که جوان هست. پریا خانم پس فردا میخوان جایزیه بگیرن. این ناقابله. آقا پویا میخوان کاستشون رو تکمیل کنن. خواهش میکنم آقای دکتر. الان من احتیاج ندارم آخه. خواهش میکنم. ای بابا دکتر. دکتر بابا یه چند دقیقه حمله نکن. من ببینم چه خبره. دکتر اون اجاره نامه رو سریع برداریم بیارین. برای چی؟ اون اجاره نامه رو پریا خانم. پریا خانم اون اجاره نامه رو بردار بیار. آخه برای چی؟ برای اینکه الان بس من سوال نکن. سلام تانکر. سلام. خدافظ دست جارو. بی تربیت. بی ادب نیست بچه دکتر بی ادب باشه. هر چی بگه به من بگه. اجاره نامه برای چی پاره میکنی؟ برای اینکه دکتر من از این لواشک اجازه نمیگیرم. از این لواشک آلو از شما وجدانم اجازه نمیده اجاره بگیرم. بمیرم اگه اجاره بخوام. بمیرم. من اجاره دیگه نمیخوام. تازه میخوام اجاره های قبلی هم بیارم مسترد کنم. مسترد. چی شده؟ چی شده که شما دوتا مهربون شدین واقعا؟ بودیم. خب من با اجازهتون یه کاری دارم. من باید برم بعد بر میگردیم ادامه خیابون؟ خیابون؟ من یه کاری دارم. My favorite. دکتر من بمیرم اگه اجازه بدم شما تنها از خیابون رد شین. بیرون شهر شلوغه. من که همیشه تنها میرم پشنگ جان. شما نیاز به یه بادی بیلدینگ دارین جانم. بادی گارد یک کسی که مراقب شما باشه. گند چی دادم؟ من تمام ورزش های رزمی رو رفتم. من میدونم چقدر دفاع برده دکانا. این گربه ایه. حالا ماری حالا عقابی پنجه عقاب. دکتر من پوتانسی. من از همون روز اول میدونستم تو یه آدم لو لول بی کلاسی. بابا کنترل کن لنگت. عقاب مار موش گربه. ببخشید آقای دکتر. شما در مقابل یه همچین موجود خطرناک مطمئنا نیاز به یه محافظ دارید. من خودم جان فدا. تو اصلا ورزش رزمی بلدی؟ چی بلدی؟ روشو. ها؟ روشو. بزن یه دکه حرکت بزن ببین. روشو. ماما جانم برم توپ بازی؟ ببین اما جان یه بار دیگه بری تو چمنا سر صدا بکنی دیگه مامان باد حرف نمیزنه. دایی جان وایسه سر جاد دیگه. تکو نخور دیگه آنتنش میره. چشم سانوسیل چشم استاد چشم. آفرین پاتو بزن. آی من حواسم بهت. این دست بدم. الو سلام حالا چطوره؟ ببین خوب گوش کن چی میگم. سری میری تو یکی از این کشورهای عربی یه دفتر میزنی. این خارجی ها عقلشون به چششونه. باشه قربونت خداحافظ. خداحافظ. سلام علیکم پویا جان.
پویا من انتظار زیادی از تو ندارم. خب فقط یه پمپ بنزین برام تو اسلاویه ای جایی بزن. اون با من. من یه خرج زندگیم در بیاد. اون با من. اون با من. تکون نخور آنتن نر. الو. سلام. حال چطوره؟ خوبی؟ نیفتم. خب خوبی؟ ببین سری پاسپورت تو برمی‌داری؟ می تو یکی از این کشورهای اروپایی. آره. مردک پولو نگرفتی؟ چهار تا آدم میفرستن پولت کنن ها. برم بزنمش. برم. نه نه. حالا خوب گوش کن چی بهت میگم. میرم اونجا دفتر میزنیم. بعد تو بنده جلو. خوب الان. آره. الان خوب. خیلی خوب. ببین من خودم میام دیگه. آره آره حرکت کن. برو برو. خسته نباشی. آره آره. چقدر خوشتیپه. چقدر خوشتیپه این پسر آقای دکتر. آقای دکتر. وای. استاد. بله. سلام. چی شده؟ سلام. قربان. سلام استاد. سلام. قربان شما. چی شده؟ خوب هستین؟ قربان شما. دکتر نمیگید ما نگرانتون میشیم؟ من جایی نبودم. رفتم یه روزنامه گرفتم اون وقت. دکتر مردیم. چرا؟ کجایی تو؟ آقای دکتر. جان. خب بالاخره هر جایی که میریم به ما بگین در عالم همسایگی ما نگرانتون میشیم. بله. دکتر جان ما مادر با شما صحبت کردن زمین رو چرا دارید نگاه میکنید؟ خب دیگه مادر... عزیزم من که دارم زمین رو نگاه میکنم. همون دیگه میگم چرا زمین رو دارید نگاه میکنید؟ یه سوالی پرسیدن اصلا در شأن دکتر نیست وقتی یه سوالی ازش پرسیده میشه زمین رو نگاه بکنه جواب بده. خب شما باید نگاه کنید، باید جواب خود شخص بدید. نگاه کنید دکتر. ببینید آقای دکتر من از شما تقاضا میکنم، از شما خواهش میکنم. بله. هر وقت عماد سر صدا کرد توی چمنا رفت هر جور که سلام میدونین باهاش برخورد کنین. دکتر هر جور دوست دارید، این اختیار شما دارید. بله شما اختیار همه ما رو دارید. هر چی بگید من بمیرم تو استخر میپرم. خب. میمیرم دکتر خسن. بله. فکر میکنم دکتر... دیگه باید ناهارشون رو بخورن. خب من همینو میخوام، بگم بله. ناهار سرد میشه دکتر. بریم باید بگم ما در خدمتون هستیم. مامان پریسا زحمت کشتن غذای خوش. آقا غذا درست کردن. غذا هست بالا. غذا هست بالا. آقا اگه پریچر جون بلد بود غذا درست بکنه که شما شبیه نه قلیون نمایی هستید. لواشن بله اینه نگین چی بگی. دکتر بریم. غذا هست بالا. دکتر بریم. غذا هست اون بالا. من آقا نکش. آقا بابا پاره کردین کت منو. دکتر ایشون کشیدن، من خودم میدم براتون یه کچه رو بدوزن. عجب الا درزشه. اجازه بدید کت دکتر پاره کرد دیگه. دکتر خیلی قشنگ شده. دکتر نمیدین نیستین این پشت ببینید. بذارید من یه گره میزنم الان حل میشه. سنجاق بزن. یه گره بزن. دکتر چه خوشگل شدی. دکتر چه خوشگله. بریم غذا. بریم بابا. دکتر من میدارم. عجب گیری کردم. بایستان صدا چی بود؟ نمیدونم. در بزن دکتر. چی شده دکتر؟ ها دکتر صدا چی بود؟ یه عطسه. چته؟ بابا یه عطسه بود. یه عطسه. فراتر از این حرفا. بمیرم دکتر. عطسه گره نکنه سرما خورده باشی دکتر. بابا یه عطسه بود. یه عطسه دکتر. آبدیم سوپ جو درست کرده. اصلا من سوپ جو نمیخورم. سوپ شیپید. اصلا اون دوست ندارم. اصلا گوجه هیچ کدوم رو بابا دوست ندارم. خب اینا تمام چاشنی های غذاهای با ویتامینه دکتر. میدونم عزیزم دوست ندارم. خب دوزار بزمان کاسر کاسر بشو. امیدوارم تمام احوالی این ساختمون همینجور که شما دارید راه میرید جلو پاتون پرپرشن. آقا چرا؟ بمیرم. یه روز شما سرما نخورید تو این ساختمون. شما پدر این ساختمونید. همه رو میخوایی یتیم کنی دکتر؟ نکن. همه رو میخوایی با بی‌ملاحظگی یتیم کنی؟ ما اینجا بمیریم بی تو؟ آره نگو. مامانم کمترین وظیفهشو انجام داده. منت دارید به سر ما اگر این داروهای گیاهی و شیمیایی رو مصرف کنید
هرچه سریتر به صحت سلامت کاملتون برگرده به منزل. دکتر خوب باش. آقا من یه پشه رفته بود تو دماغم، همونجا مسموم شد مرد، تموم شد. دکتر جان من بیام تو خونتون پشه رو بکشم؟ من پشه کشم، من بچه بودم همه بهم گفتن پشه کش پشه کش. عجب آدمی هست فیا. بابا ول کن. دکتر بذار بیام پشه رو بکشم. تو پشه کشی؟ پشه میکشم، من پشه رو کشتم، هرچی پشهش میکشم. چاق؟ زشت؟ کچل؟ زشت نیستم. چیه؟ حسود حسود. موز ما دوزار کسب شم، نمیذاری من این کلام حرف بزن. چه داروی تو رو گرفتی که سوپ من نگرفت؟ بعد تو کاسب شدی. دست درد گیره؟ آه آه مای فیبر. یه جا شکست، یه جا شکست. گش آوردی؟ آره آره. من از دست شما بابا نمیتونم آسایش داشته باشم. آخ میگم، عطسه میگم، عین دو تا اختاپوس میافتین تو جون من. دکتر چی شد آخ گفتین؟ گچ آوردیم، عصا آوردیم، پا چی کست؟ نه طوری نشده؟ نه دکتر. پس همسایگی به چه دردی میخوره؟ ما بعد از حال شما با خبر باشیم؟ شما مستجر بنده این، چیکار کنیم وقتی مردین بعد یه هفته از بوی گندتون اونم پیداتون کنن؟ مگه ندیدین این مجلات رو؟ تو مجلات نوشته مردی حدود 40 ساله در خانهش مرده بود، بعد از یه هفته بو گندش پیداش کرده. آقا جون من نمیمیرم، بعدم تو خونه یه پسر یه دختر دارم. خب دکتر ما رو باش گفتیم پاتون شکستی، گچ آوردیم با عصا. جایتون طوری نشده؟ نه. تعارف میکنی؟ نه. میشکنه؟ نه. خب پس دکتر دیگه من... دکتر ببخشید دکتر، ما همینجا وای میستیم. ما قرازمون همش خوب مراقبت از شما سفرد. خب همینجا باشی. تو چرا هیچی نگفتی؟ آه من زیاد حرف میزنم فرصت نشده؟ آره؟ چیزایی میگفتی اینجا باید خودتونشون بدی؟ دکتر من وای میستم اینجا دم در خونش، هر جای دلت میخواد برو. وای بیدم، وای بستم دمپایی بل ندیم. رفتم پاسپورتم گرفتم، بالاخره یکی این مسافرت های دکتر نوبت ما هم میشه دیگه. من موندم چرا هر کاری من میکنم تو سری میپری تقلید میکنی؟ یعنی چی؟ یعنی چی نداره؟ مرد چرا فقط خودت میبینی؟ دیگران آدم نیستن؟ نه جانیست با سادم ها زیاد، جانیست. وای پویای پسر دکتر چه حالی میکنه، اونا حتما میشه رئیس دفترش، دائم هم خارج ها. خب اون که حقشه یه جورایی، خب بالاخره پسرشه. من موندم اون دومادی که بیاد دختر قرقروی بیخاصیت دکتر رو بگیره چه کیفی میکنه اون دیگه؟ یه سر دیگه خارجه، اون یه زندگی میاد، زندگی میاد، همه چی با تاش اومده. مای فیوریت. به جان خودم اگه بذارم بس من از اول گفته بودم قصد ازدواج دارم. باشه خب تو گفته من گفته بودم. من روز اول که اومدیم تو این خونه من تو تابلوم ننوشته بودم من قصد ازدواج دارم. خب تو رو نبود، من رو بود، من کاملا من رو بود. از جون جون رو بود از سخا میندازم تو اس من جون عمیق میخورم میخورم میشکنم. نکن نمیذارم بری، نمیذارم. گل روز متعلق به شما سایه گل برام شما را عروس خانم قابل شما را نداره. من برای برادر عروس خانم من به شما زنگ میزنم، من یه جلسه ای دارم بعد تموم بشه به شما زنگ میزنم ملامت شما زنگ. بله میشه بفرمایید که چی شد یهو همه با هم تشریف بردین؟ خدمت سلام عرض کنین، تبریک بگین. خیلی معذرت میخوام پروانه خانم، ببخشید.
مثلا اینکه از مامان من سوال پرسیدن بله. دیگه نه بله. اصلا اینطور نیست، همینطور که هست. بله به ادای خواهر منو در نیار. بعدش هم که آقای دکتر گفتن پروانه خانم چی شد شما تشریف آوردید؟ آقا جان تو کل این ساختمون، تو اجازه بدید خانم، تو کل این مجتمع همه خبر دارن که آقای دکتر هر چی سوال بی ربط هم داشته باشه بالا میشه میاد در خونه ما رو میزنه از مادر من میپرسه. حالا چه برسه به این سوال با ربطی؟ راست میگه داره حقیقتو میگه. یه داش کوچیکتر داریم یه بزرگتر. تو کوچیکتری، تو چه منی نذاش اینا بود. باشه داره راست میگه. این تابلو دیگه خیلی معلومه، اینا از این بچه‌ام بپرسی میدونه اما دایی درسته یا نه. بچه چیکار داری؟ یا بله بچه فهمید چیکار بچه داری؟ درست داره میگه. بچه میفهمه، بی خود میگن بچه میفهمه. علی چه خانم ببخشید میشه بپرسم که برای چی تشریف آوردین؟ آقای دکتر دیگه دارین کم لطفی میکنین. ما یه قدم زودتر رسیدیم توی خونه. من شیجه زدم رو موکت اول. خیلی معذرت میخوام ها، شما پرروی نقد خودتون رو زدین به من، تموم تنم درد میکنه. من چیه تو بخمی الان نخم ببینم بخند عزیزم. نه چرا یه چیزی باید میپیچه دیگه. سلام علیکم. سلام علیکم. خسته نباشید. ایشون چی هستن؟ ایشون کیه؟ آقای عاقد. او مای فیوریتیف مایند. مهم در این چیز رو نهی بردی آقد آوردن. آقد بعدش آوردی؟ آقد ببخشید میتونین یه کمی بلندتر صحبت کنید که همه بشنون. نه نه اون نکمت. بله الان عرض میکنم خدمتتون. گل بخن. این چه که عقد کنونه. ما گفتیم یه عقد همینجوری بگیریم، یه مهمونی کوچولو بگیریم، بعدن عروسی میگیریم. ببخشید سکوت تلفنه. آقا تلفنه سکوت کن. آقا تلفن های مهم میشه. الو سلام ابو وزیر. اله قربونه بشم ابو وزیر. نه گوشی رو بده. خوبی؟ سلام. بله گوشی رو بده. بله سلام. بله گوشی خدمت. من قشنگ پیچاسی لایقم. بله گوشی خدمتتون. با بابام صحبت. گوشی خدمتتون. من میذارم رو آیفون که این تانکر هم صدا شما رو بشنوه. بده من تلفن. یاسر جون سلام عرض کردم. چطوری وزیر جونم؟ سلام دکتر. خیلی ممنون. بد نیستم. متشکرم. چرا اینقدر شلوول صحبت میکنی؟ آها میدونم خود یک کار وزارته، همه تلمبار میشه، کارا زیاده. بله میفهمم اینو. نه بابا دکتر، چه وزیری چه وزارتی، همش یه تشابه اسمی بود. نه اینکه این شرکت نفت کلی پرسنل داره، بالاخره از این اتفاقا میفته دیگه. وزیر پیشنهادی لیسانس نفت داره، فوق لیسانس مدیریته. فقط از لحاظ اسمی بابا هم شبیه بودیم. هم عجب. اون کمرم درد گرفت از سمر کوله منی. برو خونه باشه بریم. آقا گرد نشه در بارده دیگه. سرکار خانم باشه. بابا باشین خدمتون هستیم. چی گفتی شما؟ سرکار خانم چی گفتی شما؟ سرکار بی خود گفتی. آقا بی خود گفتی. آقا جون خیلی بی جا گفتی. آقا یه دفعه دیگه ببینم شما فقط اسم مادر بر سرم کنی. یه دفعه ببینم نگاه میکنی همچین بتره کنم دباچی به تا. حق داری نمیتونم خانم. مگه من مسخرم اینجا؟ من کلی خرج افتادم. بریم دیگه ولش میکن. جوونه بر من. یه جوونه برای خودش. بریم. آقا چی کار داری؟ من دامادت نیستم. اینقدر نگونه به من داماد خوش دیپم. بردار بیا بفرمه. آقا رو کنم ببینم. بریم. دستتو بکش. نمیخوام وصلت کنم با. بریم آقا. مسخره شده رو بردی. دست از سر این جوونا برداری. این جوونا دوست ندارن. بیا آقا. نمیتونه. ترکیدن. من رو باش برای کی که کجا بردم. تانکر. شما برای چی موندی؟ من عاقدم. خب به جهنم که عاقدید. خب بفرمایید بیرون. ببخش آقا نرو. اینا رو هم ببر. دست در نکن. من نفهمیدم اینا برای چی اومدن. من فهمیدم دیگه.
فکر کنم اومده بودن که معاونت شما رو تبریک بگن. برو آقا تو! برو تو! برو تو! آقا بفرمایید. نرو تو هم مثل من نمیتونی دووم بیاری.